بیکار یا خیابون جز کن بیابون جز کن بازه مثل خودمی از کجا میه؟ کجا بخواه بری؟ من از کجا میام؟ از اونجا اونها بیمارستان شاباد جاد خاله چم اون تو خوابیده بودم آخه قبلا تو کارخونه پشبافی منشی بودم یه روز دکتر من دید گفت تو سینت خش برداشتی محصول شدی اگه نری بیمارستان بخوابی زیرا به زده میشه اما حالا مثل تو ویلونه بچه کل قشنگی داری؟ خلاصه نه کارواره دارم نه کسی ها مزاجم صاف صاف بود یه ماشین داره میاد خدا بس چی؟ تو هم خودم ببرم خودم زیادی هم نگم دار نگم دار بوده بابا بوده کار برم یه بوده جو اومدم اومدم نقه تو ولکان نیستی الان میزدن تو اون جوبه ها راحت بشی نکنه بابا هم قماخش داری من نمیدونم یادش نیستی؟ که تو یادم پیره اماده نداشتم تو همینطور؟ با الحق چه خوب تو پیده هم افتاده یه ماشین بیر نگرده نگرده چه داشتم کجا میخوای داری؟ تا اون گفتم کجا میری؟ نزدیک تهران هر کجا بیارم کنی اگه خودت تنها بودی میبردم اما چون بچه داری معذرت میخوام کدوم بچه؟ این بچه من نیست مال پدرته بگو چه مصیبت برای من درست کرد دست دادی؟ بیا روی خدا حافظ بدم جلوتر بشه سلام چی میدی؟ خانم بخشی مزایم شده میخوام برم تو رو پول نره از تو رو خوبست بشم Thank you.
محسن جون منو بپرس، تو که همش چلو تو نگاه میکنی، تو هم که همش مثل بچه ها بهونه میگیری. من یه اونی پشت رو نشستم، الان نمیتونم. بگو بیارزم، بگو میترسم، بایلا مثل عقاب میپریدیم منو ماچم میکرد. من از اون عقابای نفرم. کفت، همین حالا باید منو ماچم کنی. بری نبرم به تو مرموزه. بسه چی مرموزه؟ آخه نافرلت من شوهرت هم. شوهرم من ست تومت دسترم چرا خورم حساب نمی کنم؟ چرا مالیون میگی؟ بلند شو بریم، چرن نگو. من چرن میگم؟ خوزش یلا برو بانش یا برم بانش. من نمیام تو خونه به تو چه مرموزه گفتم بلم کن. تو خیال میکنی آرزه پیدا کردی؟ بیرون تو فکر میکنی برای خودت چی شدی احمق؟ آره یه چت شدم. چی شدی؟ همو احمق. اگه احمق نبودم دوچار تو جا افتاد خود راضی نمیشدم. من جا افتادم؟ آخ بای خدایی تا بخوای همچی باشی از هیچ کس نشنیده بودم. اگه جا افتادم چرا از اول چشمای کورت واسنا کسیستی؟ گذاشتم فقط واسه خوشی خودم، تو هم ساده تو را فقط به اسم نوکر تو خونم نگه میدارم. نشون Thank you.
افتاد چه نصف شب توی این بارون از خونه اومدی بیرون؟ آها فهمیدم. پس بفرمایید با این آقا قبلا قرار ملاقات داشتی؟ باره چالا چه آقای گردن کلوف بند و پول زدی؟ درخش مزاحمتون شدم اگه سر کارم برم. اوه حالا چه اصرار میکنه میشینم بیرون جوینم دختر معذرت میخوام ممکنه بفرمایید داماد از چه خونه اومده؟ کجا رفتی؟ خجالت میکشی؟ فامیل داری یا اینجا مثل منه؟ بالا سگ شکم جفتتون خالیه با هم عروسی کنی ولی یکتون سیر و یکتون گشته فایده نداره زندگیتون مفت نمیاد مثل که خوابتون میاد و من جدی مزاحمم آقاتون هم داره دلش به هم فوش میده بری بهش خودتون برسید من همینجا میشم تا صبح بشه نمیدونم چرا خواب رو نباش دلم شور میزنه بهتر بلندشم برم بزنم خوابه لباسم تیپای خودم و اون کفش انگلیسی هم بپوشم برم دنبال سرنوشت باز اگه بیکار و گشنه باشم لااقل آزادم و نوکر و ارباب خودم شب بخیر مین مین لابد رفته واسم پاسبان بیاره بهتر جلو پلاسمون جمع کنم برم مثل که باز کفش قیمتی همون گذاشته تو کمدش که یه روز دیگه به رخ همه چه و نیم تخته آویزونش نشونم بده ای ناقلا کجا رفتی؟ چرا بی خود خودت رو مردن زدی؟ من از زنده بی دستم چرا سر؟ من جون من کجایی؟ از من رفت توالت من این چی؟
یعنی چی؟ کی بود ماشین رو؟ لابا خود من این بوده. اما من اینکه خفه شده تکون نمیخورد. شادم خفه نشده نیمه جون بود. خواهد این نیمه جون پچه نفس نمیکشید. شاید هم خودش رو به خفگی دارم که منو به ترسونه. حتی ماشین خودش برده. اما خودش که تو کمد خفه شده بود. خدای تقدر نمیاره. بهتر تو دوده فرار کن. نه نمیشه. بالاخره زن من بود. میشه تو موضوع اختاره بشه. اگه فرار کنه ممکنه بگم خودم خفش کردم. رو رفت تو خونه جمع نمیخورم. اگه اومد اومد، اگه نمیرم میرم شهربانی خبر بدم. اما چی بگم؟ بگم زنم خفه شده، بگم فرار کرده، بگم گم شده. آره میگم گم شده. هرچی که میخوام بگم برای خودم بد بشه. بسیار خب، دیگه سوالی ندارم. پس حالا تکلیف من چی؟ یکی شما آزادید، میتونید برید. ما امروز یه بازدید از خونتون میکنیم و به تحقیقاتمون ادامه میدیم. امیدوارم با مدارک و توضیحاتی که شما دادید هر که زودتر خانومتون پیدا بشه، یا زندش یا مردش. دست شما درد نکنه. بالاخره که خدمت برسم. برای چی؟ مردش یا زندش؟ معمولا اونایی که یه چیزیشونو، مثلا ماشینشونو دوز میبره، بعد از یکی دو هفته ماشینو پیدا میکنیم و به صاحبانش تحویل میدیم. اما البته اسکلت ماشینو، چون سارقین هرچی از اساسیه ماشین دم دستون بیاد، مثل رادیو، گرام، سپر، گلگیر، قالپاق باز میکنن و میبرن. اما زن من قالپاق نداشت، ولی جواهرات و پول نفت همراهش داشته. خلاصه اسکلت زن منو من تحویل میدیم. شاید بعد اون جمع نشه. خداحافظ. صبر کنید. شماره های تلفن منزل ادارم روی این کارت نوشته شده. هر وقت با من کاری داشتید یا خبری پیدا کردید میتونید فوراً به من تلفن بزنید. متشکرم. مردش یا زندش؟ بخیلش زن من گلگیر و سپر بشته. شبرنگ، ببخشید من همسایه این ویلای پهلویی هستم. اجازه میدید چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. من اومدم راجع به خانومتون باشم. خانوم من؟ چرا تعجب کردید؟ تعجب نکردم، فقط پرسیدم. خب راجع به زن من چی میدونی؟ هرچی میدونی بگی. مثل اینکه مدتی دنبال خانومتون میگردید. بله دی. و تصور میکردید که خانمتون گم شده. بله دیگه. پس مژده بدید که خانمتون پیدا شده. زن من پیدا شده؟ بله، امروز صبح اومد پیش من و گفت با شما دعوا کرده و میونتون شکراب شده و در حال حاضر با هم قهر. اون وقت از من خواهش کرد بیام اینجا که واسطه بشم و شما ها رو با هم آشتی بده. خب حالا کجاست؟ بیرون وایساده منتظره که شما صداش بزنید. زن من بیرون وایستادی؟ خیلی خواه، الان صداشو کجا؟ مژدگانی منو بدید تا بذارم زنتونو ببین. خیلی خب میدم. نه، تا ندید نمیذارم برید. چی بدم؟ لابا پول میخوای؟ اختیار دارید. نه من احتیاج به پول ندارم، به یه خورده شیرینی هم اکتفا میکنم. منظورم اینه که دهنم شیرین بشه. خیلی خواه. متشکرم.
حالا دیگه میتونم از زنم ببینم؟ نه، شما باید از همینجا صداش کنید. به یه محترمی هستی، خیلی ممنونم که ما رو با هم آشتی دادی. خب من برم لباسم رو عوض کنم و یه مسواکم به دندونام بزنم. آخه سرسته که از خونه شوهر جومم غر کرده بودم. این زن منه؟ بله، مگه شکم داشتی؟ نه. که این زن منه؟ بله، چرا سوال میکنی؟ اینجا بابای دروگو. اختیار دارید آقا، شوخی میکنی؟ نه جونش، با جدیت بکنم. خواهش میکنم با ادب صحبت کنی. آقای بی ادب، این زن من نیست، من اصلا اونو نمیشناسم. در کما چیکار میکنه؟ لباسه در من چرا بپوشه؟ لابد لباسهای خودشه، آخه بلند شما. بله بله، قربونت برم. قربون خودت. این کجا میره سر خود همیتون؟ چه این زنی بردی؟ عزیزم خیلی فراموش کاری ها. خانم شما چند وقت زنه من اینو من خودم نمیدونم. اوه نمیرم باز. چرا دواهاتو نمیخوری؟ باز مرض فراموشیت عود کرده؟ مرض خودتو این همسه محترمت عود کرده. یالا بیا برو بیرون، یالا زود باش. ببین عزیزم خوب نیست، همسه محترممون دلگیر میشه. به جهنم که دلگیر میشه. یالا دفعه همسه محترم میگیره زود باره. آقا شما نباید با زنتون اینطور رفتار کنید. تخت کن دو کنه تو. این کجا زن منه؟ زن خودت، زن پدرت، زن جد آبادشه. بای خدا جون آقا برون رفت. آقا من از شما خیلی معذرت. مهم نیست، ناراحت نباشید. چه نونی به هم قرض میدن؟ من تصور میکنم همونطور که فرمودید شوهرتون مریض هستن. مریض خودت یا هر کیو داری؟ الان به تو ثابت میکنم مریض من یا شما دوتا. ایوه به چی داری تلفن میکنی؟ به دکتر. بس عزیزم، میگه شورش داری در میاد. آره گم شو. با شما نبودم. شما پنج آقایی؟ آی دکتره، ببخشید. آقای رئیس، خودتو هستید؟ بله، بفرمایید. من مستشفی رئیس. همون که دیروز اومدم خدمتتون گفتم زنم گم شده. ننم نه، زنم. بله بله، متوجه شدم. لابد پیداش کردین. نه آقا، یه زن لوس و لورو اومده تو خونه و میخواد خودش جای زنم جا بزنه. جای ننم نه، جای زنم. میگه من زن تو هستم، هر کاری هم میکنم از خونه نمیره بیرون. یعنی چه؟ آخه منظورش چیه؟ نمیدونم، حتما مرض فراموشی داره و منو با شوهرش عوضی گرفته. زهر مار. معذرت هم با شما نبودم. خواهش کنم زودتر تشریف بیارید و تکلیف من روشن کن. بسیار خوب، الان میام. وقتی دکتر اومد معلوم میشه من مریضم یا شما دوتا. چه این زنی منه؟ آره تو بمیری. والا چه ارز کنم، من سالها همسایه من این خانمم و کاملا ایشونو میشناسم. بیا عزیزم این گوشتو بگیر بخور، شاید مرض فراموشیت برطرف بشه. بره به یه همسایه محترم بخور که مرض پررویش خوب بشه. به اینقدر بیادب نباش، بگیر بخور عزیزم. بده من یه لیوان آورده بیا. بابا چی داری به من بدی بخورم؟ قهوه‌تون حاضر شده، الان میارم. صاحب اختیاری. سلام آقای رئیس. سلام. خیلی متشکرم که زود تشریف آوردید. خیلی لطف فرمودید. آشنا بشید، آقا رئیس شعبه پنج آگاهی، ایشون هم همسایه محترم. خوشبختم. خب خانم تازه‌تون کجا؟ تشریف آوردن. سلام آقا. بود که اینجا خونه جد آبادشه، خودشون دارن پذیره میکنن، چای میارن، قهوه میارن. 22 سال بیشتر ندارن، اون وقت خودشون به جای زن 47 ساله ای من جا میزنن. این مسخره نیست؟ مثل اینکه یه قهوه دیگه هم باید بیارم. با اجازه. چه مرد خوشبختی هستی، یه 22 ساله به جای 47 ساله. خوشحال نیستین؟ چرا، بعدم نمیاد. اما این که زن من نیست، دروغ میگه. بسن متشکرم خانم. آقای رئیس خیلی معذرت میخوام که شوهرم به علت مرض فراموشی شما رو زحمت داده آورده اینجا. ممکنه خودتونو معرفی کنین؟ من مهین، خانم آقای شبرنگ. با هم دعوامو شد، اون سر من داد زد و مزخرف گفت منم قهر کردم، چند روز رفتم خونه آشناهام. حالا که برگشتم آقا به کلی فراموش کرده که همچی زنی داشته. دروغ بگه، این زن من نیست. خانم آقای شبرنگ، تو به آسون نمیتونی من رنگ کنی. خواهش میکنم خونسردی خودتونو حفظ کنین. آره عزیزم خونسرد باش.
چشم عزیزم. چی گفتم؟ دارم پاش خر میشم. خب فرمودید ایشون همسایه شما هستن؟ بله، همین ویله پهلویی میشینم. ازشون خواهش کردم منو شوهرم آشتی بدن. خب شما بفرمایید موضوعت چه قراره؟ هیچی آقا، من اصلا پشیمونم که تو کار این زن شوهر دخالت کرد. اصلا غلط کردی. باز میگه زن شوهر. آقا اجازه بدید من آلبوم بیارم. عکس زن منو ببینید، اون وقت به اینا بگید گورش رو گم کنن از این خونه برن بیرون. پس آلبوم کن. الان دستم گذاشتم عکسشو من میدیدم. حالا فهمیدم چه نقشه‌ای کشیدی. خودتون دارید کارا رو راست ریس میکنید. یا الله همسایه محترم بگونه آلبوم کجام بود؟ همه آلبوم که الان دستم بود. یالا بگونه کجا گذاشتی؟ یالا به همسایه به این محترمی تهمت بزنی ولش کن عزیزم، ولش کن. برو کنار. چه عزیزم عزیزم به من بسته. تا نگی آلبوم کجاست ولت نمیکنم. بسته دیگه، ول کنید. پس برای چی منو تلفنی خواستید؟ اومدم به کارهای شما رسیدگی کنم. بهتر عوض این همه جار و جنجال به سوالای من جواب بدید. بفرمایید. خب شما گفتید زنتون از منزل غرق کرده و رفته و حالا که برگشته میگید خودش نیست. اصلا هیچ چیز زن من نیست. خواهش میکنم داد نه. خیلی خوب داد نمیزنم. این زن من نیست. به چه دلیل ایشون خانم شما نیست؟ دلیل زیاده. زن من 47 سالشه، این 22 سال بیشتر نداره. زن من جا افتاده است، این هنوز جا نیفتاده. خیلی دلیل دیگه هم هست که من نمیتونم واضح‌تر بگم. آخه چطور ممکنه هم چیزی عزیزم که من زن تو نباشم؟ اگه میگی زن منی، جلوی همه اینا منو ببوس. اوه عزیزم، من که همیشه برای بوسیدن تو آماده. بی حیا داره میبوسه. پس چرا نمیذارید؟ چی بگم؟ شرم و حضورم میشه. آقای رئیس، این زن من نیست. چه رستگی رو میکنی؟ بسیار خوب. آقا شما چند لحظه بفرمایید. آخه بفرمایید بیرون، میخوام با این زن شوهر تنها صحبت کنم. کدوم زن شوهر؟ چه اینم داره میاد جلو؟ ده بار گفتم این بوز من نیست. معذرت بخوام. منم میخوام حقیقت رو بفهمم. به شما خانمتون صریحا میگم از دروغ هیچ خوشم نمیاد. باز بگه شما خانمتون، حرف کردن این زن من نیست. شما دیگه چرا اشتباه میکنید؟ اگه شما میتونستید یه عکس از زنتون نشون بدید، منم دیگه هیچ اشتباه نمیکردم. خیلی خوب. ای داده بیداد، همه عکسای زن تو آلبوم بود. اصلا چه جای دور بریم؟ به این خانم بگید اگه زن منه شناسوشو بره نشونتون بده. فکر خوبی، راست میگید خانم، شناسمتون همراهتونه. بله، همینجا تو خونمه، اجازه بدین بیارم. خواهش. اما حسین جون تو کمد بود، ورش نداشتی؟ نه عزیزم، همونجا تو کمد. ای با چی دارم میگم؟ چه نمیدونم کدوم جهنم در رایه. آقا ملازم این فرمایید، به خیلش ایجا کاربوستراز، هر کجا دلش خواهد میره. اجازه بدید. بفرمایید، اینم شناسنامه. این شاید ازدواج من و محسن تو شناسنامه هم ننوشته باشن، مگه اون لازمه؟ بله، باید در شناسنامه منعکس باشه. به خیلش بیخودی میتونه خودش بریش من ببنده. اتفاقا بسته، محکم هم بسته. عکس و مشخصات درسته، تاریخ ازدواجتون هم سرده. آله درست، زن خودم. نه آقا جون دروغه، از کجا معلوم شناسنامه قلابی نباشه؟ البته ممکنه. خانم من این شناسنامه رو برای تحقیق همراه میبرم و نتیجه رو بعدم میگم. خدا آقا تحقیق. یه فکر دیگه، اگه ایشون زن منه، لابا به تمام سراخ سمره ها و اساسی اتاقا آشنا. برای امتحان خانم اینجا باشن، من و شما میریم تو اتاقا. نه. خانم از همینجا نشونی تمام اساسی که تو اتاقا آشپزخونه است بدن. خوبه؟ خانم شما با این پیشنهاد موافقی؟ البته موافقم، من اساسی خونه ما فوت آبم. بسیار خوب، پس لطفا همینجا باشین و با صدای بلند به ما جواب بدین. اول از اتاق خواب شروع میکنیم. بفهم. چه زنی منی؟ سوال کنیم. خانم شبرنگ؟ خانم شبرنگ چیه؟ چند دفعه دمی زن من نیست. ببخشید خانم، ممکنه اساسی اتاق خواب شهر بدین؟ این میز توالت گوشه اتاق سمت چپ قرار گرفته. طرف چپ میز توالت هم یه کمدی که روش یه چراغ خوابه. این میز توالت هم دو تا شیشه کدوکلانی، البته یه دونه سینک و یه دونه قوطی کرم هم هست. بعدش تخت خوابه که سمت چپش یه چراغ خوابه و طرف راستش یه دونه زیر سیگاری. بعدش یه آباژور میزداره که یه گلدون روشه. توی گلدون هم تکیه. بعدش یه تابلوه که یه پیرمرد چرچرون داره یه زنی نقطی رو دید میزنه. از تابلو که بگذره یه کمد لباسه. بعد از کمدم در یکی از اتاق خواب به همون باز میشه. بعدا بگیر دختر. بعد تابلوی بزرگ از روزنمای جنگل. درسته یا اینکه خلاف به عرضتون رسوندن؟ بله درسته خانم، من قبول ندارم. کنین وان همون توالت دیگه میشه. درست به عرضتون رسوندن؟ بله کاملا صحیحه، اینم قبول ندارم.
وقت اومد دندونش بشونه همه رو یادداشت کرده. بریم تو آشپزخونه. خیلی خوب بریم. این که زن منی، فکرش برای دیگه باش. آقای رئیس، وقتی رفتی تو آشپزخونه آبجوی تگری تو یخچال هست، میتونید بخوری. ملاحظه میکنید هنوز تو آشپزخونه نرفته، نشونیاشو دادم. دروغ بگی، آبجو تو یخچال نیست. در ضمن پرتقالم هست محسن جون، با آقای رئیس تعارف کن. چش، میتونم بیام. شما بیرون، همسایه محترم، بفرمایید. اینو که هم تو اتاق خوابتون هم فروشی به هم اطمینان دارم، هنوز تو آشپزخونه نیومدم. ملاحظه فرمایید همه چی بی رخچال از جود آبجو به اتاق هست. بهتره خودتون هم نگاه کنید. شما هم نگاه کنید. به خدا خودم نمیسته آبجو تو یخچال هستش. غیر از آبجو و پرتقال، 6 تا دونه تخم مرغ، یه قالب کره، یه مقدار خلیه لیوان، دو شیشه مربا دیده میشه. دارم دیوونه میشم. خب آقای شبرنگ، بازم معتقدین که این خانم زن شما نیست؟ باور کنید زلی شده زن من نیست. پس از کجا نشونی همه اساسی و زندگی این خونه رو میدونی؟ لابد اینا چند نفرم وقتی من تو خونه نبودم اومدن همه چیز یادداشت کردن. این نقشه‌ها رو فقط برای بالا کشیدن ثروت زن من درست کردن. ممکنه، ولی انقدران بدگمان نباشین، شاید واقعا مرض فراموشی دارین. من از اول عمرم فقط یه مرض داشتم، اونم گشنگی بود. اما وقتی با ماهی عروس کردم معالجه شد. حال چون دلیلی ندارم که این زن شما نیست، نمیتونم اقدامی بکنم. اما شما حق میدم که ممکنه یه عده‌ای در این کار دست داشته باشن. به خدا همینطوره. خوب فهمیدید. پس برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم، من یه پیشنهاد میکنم. هر چی بگین انجام میدم. پس گوش کن، امشب این زن تو این خونه میمونه و تو باید مثل یک شوهر باش رفتار کنی. به دست شما درد نکن. چاره نیست، این نقشه باید اجرا بشه. آخه چطور میتونم با زنی که زن من نیست؟ بله، باید با یک زنی که زن تو نیست و میگه زن تو هم، یه امشب رو به صبح برسونی تا همه چیز روشن بشه. من حرف ندارم، از خدا دلم میخواد. اما از کجا معلوم هم دستاش بیا منو خفه کنه؟ برای اینکه خیالت راحت باشه دو نفر پاسبان میفرستم که تا صبح تو خونه بمونه. خودم هم مرتب تلفنی باها تماس. امیدوارم هر چه زودتر حقیقت معلوم بشه. متشکرم. خب حالا دیگه بیا بریم. هیچ بروی خودت نیار. خیلی خونسرد، مثل اینکه 20 سال زن و شوهر هستی. یلا. عزیزم چرا رو میدیش از خسته میشی؟ مرسی، چه عجب. خب خانم، شناسنامه شما پیش منه. خودتونم فردا ساعت 8 برای ادای توضیحاتش بیارید آگاهی. اگرم آشتی کردی دیگه احتیاجی نیست. نه آقا، حتما خدمت میرسم. آخه من از وضع روحی شوهرم خیلی ناراحتم. میترسم نصف شب یهو خفم کنه. غلط میکنم عزیزم، من نصف شب قربونت برم. چرا خفت کنم؟ مثل اینکه حالت یه کمی بهتر شده. کمی نه، خیلی بهتر شده. تو آشپزخونه شدم. بله خانم، آقای شبرنگ حالش کاملا خوب شده. شما از طرف ایشون خیالتون راحت باشه. زن شوهر زندگی کنید. بله، نماز روزه خوشید، اونم بعد از 20 سال زن شوهری. خب دیگه خداحافظ. اگه مجددا احتیاجی پیدا کردید میتونید به من تلفن کنید. خداحافظ. به سلامت. خیلی متشکرم. دیدی عزیزم چطور مرض فراموشی پیدا کرده بودی؟ مزیر بود زنت از یادت بری. آره عزیزم، خب خر شده بودم. تو خیلی خسته شدی، بده برای که لیوان رو به جای خونک بیارم بخور. بیا برای خودم بیارم. معلومه، من کجا نخدادین تو آبجو خورده بودم؟ هیچ وقت. فردا به سلامتی هم بخوریم. به سلامتی. 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 چریو. چریو. راست ازم خیلی گشنمه، یک چون نون ماستی چره سانویشی درست کن بیار من بخورم. چشم عزیزم، الان برات درست میکنم. متشکرم.
سلام و زهر مار هم سه محترم. مگه تو نرفته بودی بیرون؟ چرا؟ فندک و سیگارم رو جا گذاشته بودم اومدم برداره. چرا از پنجره اومدی تو؟ تو حیات وایساده بودم دیدم رام نزدیک داره. خب خدا حافظ. سلام. رسیم. میل نداری یه لیوان آبجی خونک با هم بخوری؟ متشکرم، شما که از من بعدتون میاد. اختیار داری. نه نه چطورش یه ها به سلام من شده. سلامتی. مرسی اینجا دارم آتیش میگیرم. این چی بود؟ چیزی نبود، این آبجی سفارش مال من بود. وای سوختم، بردم خودم. نمیدونه به چی همسایی موزم داره، نمیره. من آبجو چه زهره باری ریخته بودی؟ شما آبجو خودی؟ آره اون لیوانو که بر من ریخته بودی و بهش چاشنی زده بودی دادم به همسایی محترم خورد. چرا این کاری کردی؟ چی توش ریخته بودی؟ سوختم، مردم، به دادم برسید. نه به جمال تو بود، چرا داری به این خود؟ آقا ازم به مزاج من نمیسا خدا که زن منی ها علا به تشو میدم. چه خوب شد، بهترین دلیل که مرزا چه خوب پیده کرد. حالا بیه جسد نبیده. آقا رئیس زودتر داشته بیاره، حرفه محترم داره محترمانه میمیره. زن قلقه من تم رسته بود تو آبجو که منو بکشی، منم دادم آبجو رو همسایه خود. خواهش کنم دو سرتشی بیاد، بله نوبت مرگ من هم میرسه. خب نوتر بیاد، متشکرم. به کی بخواه تلفن کنه؟ میخوام یه دکتر خبر کنم، چه جس حالش خیلی خرابه، اگه دکتر خرسه ممکنه بینید. نمیذارم تلفن، بعد آقا رئیس بیادی جسد ببینید. آنه جهنم که مردی میرم خوبه به دکتر خبر کنم. عزیزم ولی نمی عزیزم باز حواس پرتی پیدا کردی؟ به خدا الان داشت میمرد، مگه تو نمیدی؟ من خیلی جوانم، هنوز زوره که بمیرم. دروغ میگه این مرده، مگه نه؟ حالا قبول کردین که شما مریضین و به استراحت احتیاج دارین؟ آقا من از شما خیلی معذرت میخوام که با شوهرم مزاحمتون شد. خانم من به شما اعلام خطر میکنم، سعی کنی شوهرتون هرچه زودتر در بیمارستان بخوابه. خداحافظ. خب خانم از پذیرایی گرم شما ممنونم. خدافظ. متشکرم، بازم تشریف بیارید. البته خدمت خواهم رسید. خدافظ. چطوری؟ عزیزم چشمت کور بشه. تماشا کردی؟ حالا پاشو بیا بخواب. چشم نوکرت الان میام. غلط میکنم بیام؟ ببین چطور شیطون داره میره تو رگ و ریشم. تا صبح همه جا تق بگیرم، میخوام تو اتاقت نمیام. باشه عزیزم، هر جا دلت خواست بخواب. تو از اول عروسیت با من اینطوری رفتار میکنی؟ با از روام نمیره؟ کدوم احمقی با تو عرض کرده؟ تو
اما حیف که همه چیزو فراموش کردی. حیف که زنم نیستی، بلا میدیدی چجور با کله میومدم تو اتاق. خاک بر سر خرم بکنن، زنه به این خوشگلی تک و تنه رو تک خوابیده. اون وقت من احمق باید اینجا چون باید بزنم. فردا بشه همچی حسابت برسن. آتش بزن در سین سودای حواس رو، چون من اگر عاشق شدی بگذر به دنیا از عاشقی پروا مکن. این شب و فردا همشه شب میمونه شب بخوابم. محسن جون زهر ما چنین داره بخوابم. محسن جون مرض کاش بر سرم بکنم بودش این شانزه ببره. چه نمانی زن من باشه، چه نمانی زن من عزیزم. محسن جون زور بسه نهار زودتر بیام، میدونی که من نمیتونم زیاد گشنه بمونم. آره به اخلاق داشتم 20 سال زن و شوهری توبه میریزی. من چشمام نمیبینه، من باغبون یه خونه روبرویی بودم، تا وقتی چش داشتم باغبونی میکردم، اما تا کور شدم بیرونم کردن. مهی خانم میدونه. ببینم شما پسر مهی خانمی؟ آره اما مادرم گم شده. مگه مهی خانم پسرم داره؟ نه آخه هر دفعه که با یه پسر 18 20 ساله عروسی میکنه واسه اینکه مردم حرفی نزنن میگه این پسر منه. منم فکر کردم شما از اون پسرایی.
نه من از این پسرم. جدید من این خانم رو نمیبینم. با من دعوا شده قرچه رفته، اما حالا یکی اومده جشو پر کرده. کی؟ یه دختره که اصلا نمیشناسمش، پاشو توی کفش کرده میگه من مهین زن تو هم. همسایه بالایی اومده میگه راست میگه. همسایه بالایی کیه؟ هیچ کس بهتر از من این خانم رو نمیشناسه. چرا شکایت نمی کنی؟ همه کاری کرده هم فایده نداشته، فقط یه شاهد میگه. شاهد برای چی؟ بیا بگیر این دختره ورپریده قلابی زن من نیست. خب این کارو من خودم میکنم. راست میگی؟ بله، اونم گوشت و پوستم از من این خانمه. تو رو خدا. بله قربونه برم، بلنش بری تو خونه. بلنش به اطاعت میکنم، مگه من میذارم که دیگه کیا دو کیا یه من این خانمه منه ببر چون تا حسابش برسم. بیا بازی بیا دفت دو هم در سمان بگیر. من جونم جونم چی میگی؟ کجای عزیزم؟ تو همون مثل اینکه سر لطف اومدی. آره عزیزم، یه کم حالم بهتر شده. تو هم بیا لقشو همون کن. چشم عزیزم، الان میام لق میشم. شاهدی چیزی پیدا کردین؟ بله یه شاهد زنده، هیچ شکی هم نداره. بسیار خوب، امیدوارم خیتی بالا نیاریم. خواهش میکنم. مثل که با تلفن صحبت میکردی. آره با ننم بودم. میشناسمش، زن ماهیه. ننه من از کجا میشناسی؟ خانم سلام، باز شوهرتون بنده رو احضار کرد. ببخشی تقصیر خودش نیست. این خانم زن منی، چند دفعه بگم؟ معذرت میخوام. ببخشی این خانم هم من این خانم نیست. این خیلی شکمش گنده. نگفتم خیتی بالا میاری؟ دو ساعت من انداختی تو زحمت، تازه شاهد کور واسم آوردی؟ این تازگی ها کور شده، مگه اینطور نیست؟ چون چشمش نمیبینه شهادتش قابل قبول نیست. از هفت نفرش که میتونه بشناسه. عزیزم چه لاز شد، یه خود حرف بزن. بله خانم، چند کلمه حرف بزنی؟ از زدن زنا همه مثل همه، صبح تا شوم همش حرف میزنه. نمیتونم من از صداش بفهمم، اما مهین خانم ماشالله هزار ماشالله آوازش خیلی خوب بود. بعضی وقتا میزد زیر آواز چیزی میکردم، اگه بخونه میشنزمش. عزیزم یاد که بخون. آخه حالا موقعش نیست. خانم چاره ای نیست، خواهش میکنم. دیدی که راست شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دیدی که من با این دل بیار دو عاشق شدم، با این همه آزادگی عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رهاند. برق تمنا شد دلم در پیش. خب شناختی نیست پدر؟
بله شناختم. قربون صداش برم. این خود خانم مرضیه دیگه. این شوهرتون احتیاج به معالجه داره. آقا منم شما معذرت میخوام. آره این صدای مادر من این خانم. راست دیگه گم شما رو بیرون. بسرسم چند شب صدای ننه منم بشرسه. من که نمیتونم برم. من برم اونجایی که بازده بوده. برو برید کجا؟ چه جور خیلی کردی؟ یواش اون آمدی تو ببینی خوب شناختیش. خدا کسی رو به کوری و پیری گرفتار نکنه. عوضش نشونی دوست جونجونی معینه بهش میدم. او اگه بیاد چه عادت بده دیگه کار تمومه. دوستش که؟ شهین خانم. هر دفعه که معین خانم با شوهرهای قبلیش دعواش میشد قهر میکرد چند روز میرفت اونجا نید. شاید هم الان اونجا باشه. آدرسش کجاست؟ میری خیابون جمشید آباد. چه فرمشی داری؟ با شهین خانم کار داشتم. خودم هم بفرم. باره مهین خانمم. مهین شبرنگ. آها بله بله مهین از شما خیلی تعریف میدم. میگفت شوهر خوبیه. اسم شما محسن نیست؟ چرا؟ میخواستم ببینم که بهتون تبریک میگم. خیلی زن خوبی گیرتون اومده. پولدار و باسلیقه. متشکرم. میخواستم ببینم که اما خیلی ازش گله کردم. میدونی برای چی؟ نه میخواستم ببینم که برای این که تو همه عروسیاش منو دعوت کرد جز عروسی با شما. اما قول داده یه طور مفصل به هم بده. انشالله. میخواستم ببینم مهین اینجا نیست؟ نه چطور مگه دعوت شده؟ آره سه روز قهر کرده رفته پیداش نیست. پس چرا اینجا نیومده؟ با شوهرهای قبلیش هر موقع دعواش میشد فوراً میامد پیش من. شما هیچ اقدامی نکردی؟ نه احتیاج نیست. یکی اومده جاش. یکی اومده جاش؟ یعنی یه زن؟ تایی بر جنس شما مردا. آره راست میگی. اما یه زن خوش جنس اومده تو خونه میگه من مهین زن تو هم. هرچند بهش میگم تو مهین نیستی میگه تو مرض فراموشی پیدا کردی منو نمیشناسی. مگه بی خودیه؟ بندازش بیرون. چرا شکایت نمیکنی؟ هر کاری کرده فایده نداشت. میخوای من بیام از خونه بندازمش بیرون؟ اگه این کارو بکنی زندگی منو خریدی. خیلی خب همین الان اجازه بدین من برم لباسم عوض کنم. عزیزم کجایی؟ عزیزم تو آشپزخونه دارم برات نهار درست میکنم. قربون تو زن زحمتکش برم. چی درست کردی عزیزم؟ باقالی پلو با مرغ دوست داری؟ میمیرم براش. راستی مهمونم دارم. غذا زیاد درست کردی؟ آره عزیزم برای 10 نفرم کافی. مطرمش تلفن بزنم بیا. الو شعبه 5 آگاهی؟ با آقای رئیس بخواستم صحبت کنم. باشه گوشی دستم. خب مهمونی تو شناختم. لابد این دفعه یه شاهد اسلیچ گیر آوردی ها؟ به کوری چشم شاهد این دفعه به عوض دوتا چشم 4 تا چشم داره و به عوض دوتا دست و دوتا پا 4 تا دست داره و 4 تا پا داره. اوه پس حتما از حیوانات ما قبل تاریخه. هر حیوانی هست حساب تو اژدهای هفته رو میرسه. بله؟ تشریف بردن؟ نگفتن کجا؟ رفتن نهار؟ نمک سوخته میخریم. برو ببین چی. سلام آقای رئیس. خوب شد تشریف آوردید. بفرمایید. داشتم میرفتم خونه نهار بخورم. سلام کنم. سلام آقا. گفتم یه سری به شما بزنم ببینم چیکار کردین. خدا شما رو از آسمون رسوند. الان من تلفن کردم اداره تشریف نداشتی. خب با من چیکار داشتی؟ لابد باز شاهدی. بله خوب فهمیدی. خب انشالله که یکی چشماش سالم باشه. دو تا چش داره مثل دو تا چش گاب. حالا کجاست؟ اون بالا طبقه دوم. چجوری اینا رو میاره تو خونه که من نمیفهمم؟ همونطور که تو زنه من شدی خودم نفهمیدم. خب خانم شما لطفاً بفرمایید تو آشپزخونه تا شما رو صدا بکنم. شاهد رو صدا بزن بیاد. خانم تشریف بیارید پایین. خانم شما مهین خانم زن ایشونو کاملا میشناسی؟ اختیار داریم. من و مهین سال هاست که با هم دوست هستیم. چطور ممکن اونو نشناسمش؟ و لابد میدونید موضوع چه قراره.
بله شنیدم یه دختر لوس و نونور اومده تو این خونه، خودشو جای مهین جا زده. دلم میخواد ببینمشو یه توف بندازم تو صورتش. توف نندازید، فقط شهادت بدید. خانم شبرنگ لطفا بفرمایید. باز که اشتباه کردی، انگار شما حالتون بدتر از منه. اوه معذرت میخوام. بفرمایید. چه میدونم از شوهرم بگیر. ای چطور ممکن آدم زن خودشو اشتباه بگیره؟ حتما شوهرت مرض فراموشی پیدا کرده. بمیرم واسه همه همینه میگن، اما خودش باور نمی کنه. کجا؟ بیمارستان خودم معرفی کنم. بابا خداحافظ. کجا میری؟ میرم تیمارستان خودم معرفی کنم. مگه چی شده؟ هیچی، من دیوونه بودم خودم نمیدونستم. چرا؟ مگه شهین خانم چی گفت؟ هیچ، تا دختر زش رفت جلو بغلش کرد گفت سلام مهینجو. راست هم میگفت، این مهین زن خودمه، من تازه گرخر شدم. خداحافظ. وایسا کجا میری؟ بدی یه فکر دیگه بکنی. چه فکری؟ هر کی بیارم میگه این دختر مهینه. میترسم اگه پدر و مادر مهینم از تو قبل بکشم بیارم بیرون، باز این ورپرده رو جای دخترشون بگیرم. خدافظ. او یه فکر عالی، بهتر از این نمیشه. اون دوتا پیره مردی که شاهد عقد شما و مهین خانم بودن یادته؟ درست نه، اما تو میشناسیشون؟ بله، هر دفعه که مهین خانم عقد میکنه خودم میرم میارمشون شاهد بشن. یکیشون میر عزیزه که تو همین کوچه بالایی دست را در اول میشه. یکی دیگرشون هم حسین سریدار اون گاراژی که سر همین خیابونه. اگه این دوتا رو رازشون کنی و بیاری آفته همه شون رو میریزه رو آب. رو آدم های جمع مردی هم رازشی رو میگم. دست من رو بگیرد. چه فرمایشی داری؟ آقای میرعزیز تش دارن؟ میمیرم الهی، خدا رحمتشون کنه. مرحوم شدن؟ بله، الانم کنج بهشت. خدا حافظ. بفرمای تو کجا تشریف میبری؟ میرم کنج بهشت ببینمش. نکنه شما ازش طلبکاری؟ نه طلبکار نیستم. پس لابد بهش بدهکاری. بیاریم بدی به من، من زن دومش هستم. عجب غلطی کردم، من ازش طلبکارم. خب پس به سلامت، خوش اومدید. من بگذرم بعد نیست؟ هر ساده که از لباسه زن منو بپوشه اینجا رو به من بگی چی کارش داری؟ نه خیلی کار خصوصی دارم.
ماهی جون بیا رفیق باید کار داری چیه؟ من رفیق ندارم همون چشم بادومیه رو میگم چه کار داری؟ موضوع مهمیه چند دقیقه تشریف بیارید بیرون با اجازه خانم بیا آقا بیا یه شاهد خوب وزد پیدا کرده بیا آقا یکی وزد جزم که اگه بتونی پیداش کنی کارا درست میشه چیه مثل خودت بابا غوری نباشه؟ نه زغرا کلفت خانومو میگم قبل از عروسی با شما با خانوم دعوا شد و رفت کجا رفت؟ به من گفت خیابون ایران شهر کوچه سیبی توی یه خونه کار پیدا کردم نشونی دیگه ای نداد به خدا دیگه از این بهتر نمیشه بعد دست منو بدی ببرم چی میخواد؟ ببخشید شما صغرا داری اینجا من یه زن دارم یه خوش قمره دیگه هم از خونه نمیذارم بیاد بیرون اگه اینجا وایسی میدم به دست پلیس برش خانم شما صغرا داری اینجا بفرمید اسم خود من صغرا خدا را شد صغرا جون یه تو خونه من این خانم کلفت بودی برو گم شو مرسی که بی تربیت من خودم تو کلفت برم گم شو اسم شما صغرا نیست گم شو من خونه حشمت ملوک کار میکنم اسمم هم کاریتا کاریتا برو تو گلفت چه فرمایشی داری؟ ببخشید شما اسمتون اسمم صغرا آره میدونستم یادتونه خونه من این خانم کلفت بودی؟ ها ها من خونه من این خانم کلفت بودم چطور؟ آره درسته هیچی یه پیغامی داشتم نگفتم آخرش من این خانم میفرسته دنبالم کلفت بهتر از من کجا میتونه پیدا کنه؟ هیچ جا منم هر کجا گشتم پیدا نکردم پس برو از قول من به مهین خانم بگو من چند ماه شوهر کردم اگه خواستی با شوهرم میام اصلا شمریدی اینجا اول شوهرم بد اخلاقه بهش میگم شمری باید دو ماه حقوقم هم جلو به هم بده چه باز افتاده دنباله نه که تو نلوتی چین خط چین سر دینش کن آخه این که اون نیست این آقا رو مهین خانم فرستاده که منو ببره اونجا دو ماه حقوقم هم جلو به هم میده بخشین آقا بیا برش تو برو اگه دیدی اونجا بهتر منم خبر کن بیام خب چی شد قبول میکنی؟ آره بابا میگم سه ماه حقوق جلو بده باز حرف داری؟ پس صبر کن من یواشکی اربابم باخشم و بردارم اون برو پس اینطور خاطرت جمع باشه جونم الان میام چنون تیپایی به این زنه که بزنم که دیگه راه خونهشو گم نکنه سه سال کلفت مهین خانم بودم مگه میذارم کسی دیگه بیاد جاشو بگیره خیلی ممنون هر چی دلت خواست من به پول میدم بیا برم صغرا بیا پایین این کارت یه چی اینجا میکنی؟ ورزش عزیزم این متد ویدر مستره تا که میدونی من همیشه ورزش میکنم من میدونم این ورزش رو فقط خونه ننت میکردی صغرا خونه میخوام رو برو بشین این دیگه کی اومده اینجا یالا بلند شو برو بیرون من به دستور آقا اومدم اینجا شمارم به جا نمیارم آقا چی من میگم بلند شو برو بیرون بی خود به خودتون زحمت ندید خانم قلابی من میدونم شما چی کاری یا چه نقشه ها کشیدی اما بدون که کور خوندی کور خوندی به این آسونی ها نمیتونی جای مهین خانم رو بگیری بله خب حالا تشریف آوردین اینجا چی کار کنید؟ اومدم مشتت وا بکنم و یه تیپا نثارت بکنم نثار کنم خیلی خوب تو اول ببین میتونی از این خونه جون سالم در ببری یا نه وای
من همه جور اسلحه با خودم دارم. راستش من برای چی بتونی خودتو بری شمال مندی قورخونه آوردی توی خونه؟ الو آقا رئیس، خواهش می‌کنم هر زودتر به آقای باسته تشریف اینجا. خلافه شدم از دست شما. لابد بازی شاهد و تور و کچل پیدا کرد. بهتون پیرمرد بیچاره سوراخ سوراخ بکنه. خواهش می‌کنم زود بیاید. والله ممکنه خود منم با زد هوایی بکشه. متشکرم. سلام خانم. ملاحظه می‌فرمایید؟ بله خانم، مسلسل دستشونه. مال بچه‌مه. مال بچه‌مه؟ کدوم بچه؟ دروغ میگه. شوهرمو نمی‌دونه من حاملم. سه ماه هم هست. اما حس که یه پدر دیوونه مثل تو داره. با اجازهتون من برم لباسم عوض کنم. بچه من؟ چی؟ فکر نمی‌کنم. اصلا من که دروغ میگه، بچه من نیست. به خدا این چند شب که این خانم اینجا بوده من یارو موب خواهدم یا ترسد زیر موب. فعلا این موضوع مطرح نیست. شاهدی رو که پیدا کردین کجا؟ اصلا این دختر کردمش تو آشپزخونه. الان میارمش. بیا بیرون سوق بفرمه. شما قبلا تو این خونه پیش من این خانم کار میکردین؟ بله، سه سال پیششون بودم. پس لابد من این خانم رو میشناسم. بله میشناسم. خانم آذران. خانم شبرنگ بفرمایید. این زن من نیست. خود رو به دکتر نشون ندی؟ معذرت میخوام. همش که شد معذرت؟ بفرمایید. بنده در اختیارم. سهرا، این خانم رو میشناسی؟ ایوا. چرا نشناسم؟ اسمشون ماهی خانومه. خانم خودمه. قربونشون برم الهی. ساعتم یه پله میرم بالاتر. الان پله آخر نشستم. چشم. آقای شبرنگ با شما کار دارم. از اینکه نصف شبی مزاحم شما شدم معذرت میخوام، اما چون مایلم کمکی به شما بشه یه راهی پیدا کردم که 100% به نفع شماست. فردا صبح ساعت 8 تو اداره منتظرتونم. چشم آقا، خیلی متشکرم. فردا صبح زود خدمتتون میرسم. شاید اگر امشب رود پدر تو درآورم، شاید اگر این شب زبت صبرای پدری تو رفت. من در مورد شما زیاد فکر کردم و پیش خودم گفتم ممکنه واقعا دامی برای شما درست کرده باشن. اینی که خودم مشغول فعالیت شدم و نتیجه که گرفتم اینی که فهمیدم مهین خانم مرتب آمپول اعصاب و تقویت به خودش میزده و خوشبختانه خانمی رو که میومده خونه و آمپول رو تزریق میکرده پیداش کردیم. آقا شما چه مرد خیرخواهی هستید. حالا اون خانم کجاست؟ اون خانم پرستار یک بیمارستانه. فرستادم بیارنش اینجا و به اتفاق آقای باسپورس بیایم خونه شما و با خانم شما روبروشون کنیم. اون زن من نیست. الله اکبر. همون قلابیه رو میگم. فعلا بلند شو زودتر برو خونه و این موضوع رو به هیچ کس نگو تا ما برسیم. یه خوردم به خانمت خوش رفتاری کن که بوی نبره. خانمم یعنی همون قلابیه؟ آره دیگه.
آقا شما مأمور نمونه است. اگه من از چنگ این زن و دار دستش نجات بدید تا آخر عمر نوکرتونم. خدا زودتر. خانم کجاست؟ شما کی هستی؟ به تو مربوط نیست. چی شدی؟ من الان بیمارستان بودم، شنیدم پیرمرد زبونش باز شده. پس بعد این فکر بکنیم. به به جمعم که جمعه. همسایه محترم که اینجا تشریف دارن. مدتی بود خدمتتون هستی بودم، فکر کردم واقعا مرحوم شدید. بفهم بشینید، سفره برو چای ورده بیار. خیلی خوب. به به زن عزیزم، ایوه چقدر خوشگل شدی. خب من با اجازتون مرخص میشم. اختیار داری مگی میذارم بری؟ گفتم باید برم. گفتم نمیذارم بری، باید یه چای اینجا زهره ما بکنی بری. برم کن. آقای شبرنگ کجا هستن؟ اینجا اینجا. مرده مانه میزنی؟ چی شد آقا؟ آقا خوب شد اومدی. این همسایی نامحترم چنون با مجزد تو جونم. من زدم؟ خانم من همچین کاری کردم. نه اتفاقا، من خیلی هم شوهر منو دوست داریم. دروغ میگه، من هنو چونم یه وره مونده. مگه نه دید چطور با مجزد تو چونم افتادم پشت میز؟ نه عزیزم، من فقط دیدم این آقا تو رو بوسید. این منو بوسید؟ داره آمشو ببوسه. گوش کنید آقایون، ما کارهای مهمتری داریم. بس دیگه کافیه. شما بفرمایید برید بیرون. این نباید بره بیرون. همه کار زیر سر این همسایه ناچسته. اگه شکایتی دارید بعدا رسیدگی میشه. بفرمایید آقا، بفرمایید. متشکرم. خب آقای شبرنگ، اقداماتی که از طرف ما شده نتیجه بخشه. با شهادت خانم پرستار تمام قضایا حل خواهد شد. از خانم آقای شبرنگ خواهش میکنم تشریف ببرن اتاق خودشون باشن. آقای بارپورس، این زن من نیست. حالا یه نوبت شما شده؟ هنوز که معلوم نیست. به هر حال شما توی اون اتاق باشید تا بعد. مردم از حرکات تو شوهر دیوونه که مونده بگم مهرم حالا چون نمازا جهنم. هر وقت بخوای طلاقت میدم. به خیلیش آش دستوزی. این که زن من نیست. لطفا خانم پرستار رو صدا کنید. ببخشید، چایی الان حاضر میشه، قهوه‌ام درست کنه. نه نه نه، هیچی لازم نیست. میفهمم چرا من آوردین اینجا، باید با کی صحبت بکنم؟ با من و این آقا. من بازپرس دادسرا هستم، این آقا مامور شهربانی. لااقل به من میگفتن برای چه کاری منو احضار کردن. البته، ولی موضوع به قدری مهمه که شما نمیبایستی قبلا مطلع میشدید. در هر حال برای تحقیقات درباره زن و شوهری مجبور بودیم اینطور با شما رفتار بکنیم. بفرمایید روی صندلی بشینید. خواهش میکنم دوستان، چون من باید برگردم سر کار. بسیار خوب. خب خانم پرستار، اینطور که اطلاع پیدا کردیم شما قبلا هم تو این خونه آمدید، درسته؟ بله، تقریبا تا چند ماه پیش اینجا میامدم و تو همین حال به مهین خانم آمپول میزدم. اما بعدا خانم خودش میامد بیماری. شوهر مهین خانم رو میشناسید؟ بله، چند تا از شوهراش یادمه. بیژن، منوچهر، مهرداد، همه از پسرهای کم سن و سال بودن. اما این آخری میگفت تازگی یه شوهر گردن کلوف پیدا کردم، اسمش گررنگ، پررنگ. شادم کم رنگ. نه پررنگ، خلاصه رنگ داشت. خاصیتم داشته. پس شما حالا اگه این زن و شوهر رو ببینید میشناسید؟ شوهرشون نه، اول مهین خانم رو میشناسم. بسیار خوب، پس لطفا بلند شید، برید اونجا رو به دیوار بایستید. رو به دیوار بایستم؟ بسیار خوب. خانم شبرنگ بفرمایید. لا اله الا الله. آقای بارپورس هم به مرض شما مبتلا شدن. خب حالا برگرد. سلام، حالتون چطوره؟ من آوردن اینجا که بچه نمیدونم والا، باید از شوهرم بپرسیم. خیلی از شما متشکرم، میتونم تشکر کنم. خدا حافظ. من صبح بیمارستانم، عصرم تیمارستان، اما امیدوارم دیگه تیمارستان کاری نداشته باشیم. معلوم نیست خور باشد، با شوهرم خدمتون رسیدم. خدا خدا. به خدا این زن من نیست، باور کن این زن من نیست، این زن من نیست، به خدا این زن من نیست، 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 زن من مرده، زن من کشته شده، کشته شده، کشته شده، کشته شده. زنتون کشته شده؟ آره کشته شده. زنتون کشته شده؟ کشته شده، کشته شده. آره پشتش. رفتم تو خیابون، وقتی برگشتم دیدم زنم تو کمد چشماش اینجوری به تاق کمد دوخته شده. دیگه هیچی نمیدونم. میدونی آقای شبرنگ، من 20 ساله با دزدا و جنایتکارا سر و کار دارم و به تمام حیله هاشون آشنایی پیدا کردم.
اما با اینکه تو سابقه جنایت دزده و جنایتکارا رو از پشت بستی. آخه من جنایتکار مدل 65 هم. شما که دزده و جنایتکارا رو میشناسی چرا اون زن قلابی دار دستش رو توقیف نمیکنی؟ از کجا معلوم همه نقشه زیر سر اونا نباشه؟ ممکنه. منم برای اینکه زودتر موضوع رو روشن کنم زن قلابی شما رو هندسه احضار کردم اینجا. بیا تماشا. ببین اینا رو میشناسی؟ نفهمیدم اینا همشون همدست هم بودن؟ بله با شما نمیدونستیم. اون شهید توپل، اون همسایه محترم زلی شده، اصغر شمری، اون باقی بونکوره، همه همدست های میقلایی بودن؟ بله و متاسفانه شما غافل بودین. اون پرستاره چطور؟ اونم همین. اونو که دیگه خودتو پیداش کردید اونم ما غافل شدیم. ای دزدای آدم کش دید بالاخره مشتتون باد شد. اون پیرمرده سرایدار گاراژ کجاست؟ اونو که من قلدری با گله سوراخ سوراخش کرد. نه من اینجا در خدمتتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو که مرده بودی؟ اختیار داری؟ ای با جوونی منی؟ دروغ میگه، تیر خورد به قلبش، این مرده، حتما روحشه. نه خودشه، اون گلوله هم تو پنبه‌ای بود، اینا مخصوصا این کارها رو کردن که تو رو گول بزن. ای بد جنسای خدا نشناس. آقای رئیس خانه به حرف من رسیدی؟ دیدی که یک کاسه زیر نیم کاسه بود؟ بله یک کاسه زیر نیم کاسه بود. اصلا از اول معلوم بود کشتن زن من و تمام نقشه‌ها زیر سر اینا بوده. خب حالا اینا هر کدوم چند سال زندان میشن؟ اینا با اعمالی که انجام دادن گمان نکنم زندانی بشن. پس حتما اعدام میشن؟ نه. آزادشون میکنی؟ نه. همشون پاداش میگیرن. خب آره دیگه. پاداش میگیرن؟ برای چی؟ برای اینکه خیلی زحمت کشیدن تا تو رو مخور آوردن. کاری کردن که بالاخره به عذاب اومدی و اعتراف کردی زنت کشته شده. نمیفهمم. مگه اینا چی کارن؟ اینا همشون مامورای مخفی هستن. مامورای شما؟ بله. زن قلابی، همسایه محترم، خانم شهین، خانم پرستار، اصغر شمری، سهره کلفت. خوب تماشاشون کن. سهره کجا؟ بله. اینجا ما بیدهیم. فرمایشی داشتیم؟ نه. همه اینا از بهترین مامورای شهربانی هم. اون باقی بونکوره چطور؟ ناخلا منم هم اینطور. منم هم اینطور. اینم شدتمنی که عبابت آب حیات داده بودی زمه پروندن. اگه خودمونو به این ریخ در نمی آوردیم هیچ وقت حقیقت معلوم نمی شد. هنوزم حقیقت روشن نشده. همینقدر که اعتراف کردی زنت کشته شده پیدا کردن قاتل کار آسونیه و تا شناخته شدن قاتل حقیقی شما مهمون خودمون هستید. بله تا شناخته شدن قاتل حقیقی مهمون خودمون هست. ساعت چندش؟ آقایون شماره 1 و شماره 2 محتویات جیب آقای شبرنگو تحویل بگیرید. شماره 5؟ بله قربان. شما هم یه اتاق مرتب در اختیار ایشون بذارید و شخصا مواظب خوراک ایشون باشید. خانم شما هم لطفاً بیایید تو اتاق من. بقیه هم میتونید مشغول کارتون باشید. شماره 1 و شماره 2 و شماره 5 باقلم کورو و همسایه محترم اصغر شمری. شماره شما موقت یا چریه؟ آقای شبرنگ ببخشید اگه خیلی اذیتتون کردم. چه زن من نیستی. حالا دیگه آقای شبرنگ شدم. اگه جرأت داری یه دفعه دیگه بگو عزیزم. شماره خانم شنده. میخوای چیکار؟ میخوام نمرهشو بردارم. بالاخره یه روز تلافی همه این بلایی که سرمو در آورده در میارم. دسته چه؟ چقدر تو حسابت پول داری؟ من زندگی همش نسیه است. این دسته چه که اون مرحومه همون شبی که خفش کرده بودم پای تلفن افتاده بود. بعد چرا تو حالا نشون نداده بودی؟ شما چه هوش حواس دارم نگذاشتین از بس زن قلابی جنس قلابی از قشمده واسه هم درست کردین؟ حواس دارم نگذاشتین. گیرنده حسین شوفر سابقا بابت سود. بابت زور بابت زور به هم پول نمیده. بامه لردفه یه چک واسه هم بکشی. چرا این پولا رو به تو میداد؟ آخه من مدتی شوفرش بودم. کالی از سامن عقب افتاده بود. بله؟ آه. کجا؟ خیلی خوب الان میفرستم. جسد یه زن پیدا شده. کجا باید بریم؟ طرف های قلعه موقعی جسد توی چاه. آه.
اثر انگشت تو دور گردن فهیم کاملا مسلم شده. بهتر زودتر خودت اعتراف کنی. بله، من مهین رو خفه کردم. مدتی بود نقشه می کشیدم که بتونم حسابای سابقم رو باش تصفیه کنم، اما هیچ وقت تنها گیرش نمی بردم. یه شب با شوهرش دعوا شد و کتک مفصلی بهش زد. شوهرم از خونه غر کرد و رفت بیرون. بابا توپانی، من تو بارون پشت پنجره وایسیده بودم. مهین با ناراحتی بلند شد و چراغ رو خاموش کرد و راه افتاد رفت طرف اتاق خواب که بخونه. منم یواش و ملایم از پنجره اومدم تو اتاق. چشم هیچ جا رو نمیدید، اما چون با وضع خونه آشنایی داشتم پاورچین پاورچین خودم رو رسوندم پشت در اتاق. نمیدونستم چی کار کنم، اما یه ها تصمیم گرفتم و در واکن دیدم مهین پیرنش رو در ورده و لباس ها پوشید. از دیدن من جا خود. مالیکم بهت اومدی برو بیرون، باید نبه کمانتره تلفن میکنم. نه ترس، جا افتاده از خود رازی کاری نهرم. لابد محصی از کلت برید. نه خیلی پشت پنجره تو بارون بایستدم تا شوهر جونه سر کرده. ولسه اومدم طلبامو ازت بگیر. کدوم طلب؟ من دیگه به تو بدهکار نیستم. چرا بدهکاری؟ شیش ما شوفرت بودم، شوهرتم بودم. دیگه خفه شو. تا وقتی که شوفرم بودی حقوقتو بهت دادم. 5000 منم از من گرفتی. خودت میدونی بیشتر میاردم، یعنی نرخم از این شوهر جون تو ازت کمتره. دستشکتو در آقا. خیلی خوب، 1000 تومن بهت میدم که دیگه گورتو گم کنی و بری. بگیر، یالا برو بیرون، دیگه هم اینجا باتو نذار. دست پنجره درد نکنه، این بابت شوفری. حالا میمونه خورده حسابایی باشه. باره بیرون، من دیگه با تو هیچ حسابی ندارم. چرا؟ حسابایی دوستیامو مونده، چیزی نمیشه. اگه اون جبه جواهراتو تو که تو کماده ردش کنی بیاد دیگه حسابی نه. بس سب کن تا جبه جواهراتو بهت نشون بیدم. حالا میکرم تری تلفن. میتونی با کلانتری تلفن بزنی؟ همون اتری بیتر دیوار تو بینم. چی میخوای از من؟ همه چی. خیلی وقت خود دنبال یه همچین شبی میگشتم تا با هات تصویر حساب کنم، اما این محسن جون پاک حواستو پرت کرده بود، دیگه با من نوبت نمیداد. همچین که اونو پیدا کردی یه تیپان سر من کردی، این بلایی بود که سر خیلی آبادی، اما دیگه فایده نداره. امشب خلاصت میکنم. همه رو جمع کردم که برم، چشم افتاد به سویچ ماشین که خودم ببرم زودتر میتونم فرار کنم، اما یه هم متوجه صدای در خونه شد. وقتی هم پنسر نگاه کردم شوهر ناکسش رو دیدم که داره به طرف هم آرد. شوهر نگم نشتم جز این که جهاد و قایمش کنم. دیدم هیچ کجا به طرف تو کنم. که بتونم برای پاپا
قربه نیستش کنم به فکرم رسید که تو خونه کمین بکشم. برگشتم دیدم اونجا هم نیست. آخرش هم نفهمدم جسد و مرگومه از تو کمد چجوری یهو غیبش زد. دیگه چه لزومی داره از اون خاطره یه تلخی یادآوری بشه؟ مهم این بود که ما بفهمیم شما بیگناهید و من از طرف دوستانم این رفع تهمت رو به شما تبریک میگم و به طوری که تحقیق شد و در نتیجه تمام مایملکش به شما که شوهر رسمی و وارث منحصر به فردش هستید تعلق داره. خدا رحمتش کنه. اوه خانم آقایون، خواهش میکنم بفرمایید. آقای شبرنگ، خداحافظ. به سلام. آقای شبرنگ، با اجازتون. چی فرمودی؟ شما کجا تشریف میارید؟ خب دیگه ماموریتم تموم شده، از خدمتتون مرخص میشم. شما نمیدونید از جوری رو. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما زن منی. آه، شوخی میکنی؟ من اصلا شوخی با شما ندارم. شما زن منه و حق نداره از اینجا بری بیرون. واقعا خوشمزه بود خانم، چه جا خورد. رنگ روشو ببین. آقای شبرنگ، شوخی شما خیلی جالب بود. بله، ولی من شوخی نکردم. این زن منه هیچ کسی هم حق نداره از اینجا برتش بیرون. منم داره کم کم از شوخی های آقای شبرنگ خندم میگیره. چه خندتو میگیره چه گریتو. این زن قانونی منه، هیچ کس هم نمیتونه ازم پس بگیره. گفتم شوخی نکنید، بذارید این خانوم برن. خواهش کنم دور بر ندارید. شما دیگه عناطش من رنگی نداره، نمیتونه زیر حرفای خودت بزنی. همه اینا یه چکی شهادت دادن که این زن منه، درسته؟ قول بیا، چه لالمونی گرفتی؟ همه جور مدرکم آوردن، قباله، شناسنامه، سغرا کلفت، اصغر شمری، شهی خانوم، پرستا خانوم، هفتیر، مزرزر، گوب، زهر ما، همسای محترم، همش را در حضور خودتون شهادت دادن که این زن منه. آقای بازپرس، چرا مات شدی و حرف نمیزنی؟ اگه قاضی هستی حالا باید به دادن برسی. البته من به نام یک قاضی دادگستری همه ی حرفای شما رو تصدیق میکنم و عقیده دارم باید به شکایت شما رسیدگی بشه. اما ممکنه به من بگید چرا این کارو میکنید؟ اینا ماموریتی داشتن که مجبور بودن انجام بدن. اما دیگه مجبور نبودن کار بکنن چون منو بدبخت عاشق بشم. درسته که این خانم چند شب زن قلابی من بود، اما دیگه دل بی صاحب مونده من که قلابی نبود. آه، حالا فهمیدم. شما با آسپوسی باید این چیزا رو زودتر بفهمید. پس شما به خانم قلابی خودتون علاقه من شدید. چه مگه نشم؟ اگه شما با این سن و سال جای من بودید و چند شب پشت سر هم یه دختر خوشگل مثل هلو بغل گوشتون میخوابید و صبح زودم بلند میشد با هزار جور قمیش و دلربای صبحونه درست میکرد و موقع خوابیدنم مثل بلبل واسه تو آواز میخون، الان دیگه عوض عاشق فارغم شده بود. آقایان گوش کنید، شما وظیفه اداری خودتون رو به نحو احسن انجام دادید. من که رئیس شما هستم از یکی یکیتون تشکر میکنم. شما با اساس دادسرا نبودید؟ نه، من رئیس شعبه 5 اداره آگاهی ام.
پس شما از همه قلابی‌تر بودی؟ برای کشف حقایق مجبوری مر ساعت به شکلی در بیاین. من پیشنهاد کردم برای شماها تقدیرنامه صادر بشه. ولی فعلا با مشکلی روبرو شدیم که حلش فقط به عهده شماست. من؟ بله شما. درسته که مجبور بودین مدتی زن قلابی ایشون باشید. ولی تصدیق کنید که دیگه قلب و روح آقای شبرنگ در مقابل یک دختر خوشگل مثل شما قلابی نبوده. و وظیفه دارید خودتون جواب این احساساتو بدید. منم خودم این موضوع رو حس کرده بودم. شاید از طرز رفتار نه. بیا بریم. دلم غرق تمنا شد. دلم دیدی که من با این دلم بی آرزو عاشق شدم. با این همه آزادگی ورزشون عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر سیاد من غافل شود از یاد من. قطرم ندوند فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود. بازم رهاند دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم.